ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچه ایرانیان. با درود فراوان به شما، بیننده برنامه کوچه ایرانیان هستید و ما همچنان به مسائل کوچ کنندگان تاریخی ایران میپردازیم، البته با در نظر گرفتن اینکه در فرهنگ ما کوچ و مهاجرت یک امر تازه‌ای نیست. قبل از اسلام وارداتی ایرانیان در امر کوچ سابقه تاریخی داشتند. در فعالیت‌های اولیه پیغمبر اسلام هم کوچ کردن او حتی سرآغاز تاریخ عرب و اسلام گشت. حالا از فرهنگ سازان ایرانی چون سعدی و فردوسی گرفته که بگذاریم، به کوچ و مهاجرت و سفر بسیاری از فرهیختگان و بزرگان ما اشاره داشتند. حتی سرنوشت 4 پادشاه آخر ایران زمین هم این بود که مجبور به کوچ کردن در ولایت غربت شدند. پس سرنوشت این 4 میلیون ایرانی کنونی که به علت ظلم و استبداد رژیم حاکم رقم خورده است اتفاق تازه‌ای نیست. چندی قبل با وزیر ارشاد آقای محمد خاتمی در ارتباط بودم که متوجه شدم اصلا نام ایشان مهاجرانی است و موقعی که علت آن را جویا شدم ایشان اشاره داشتند که حالا از نام فامیلشان که بگذاریم ایشان تا کنون 5 بار مهاجرت کردند. امیدوارم که روزی این فرصت را به من بدهند تا در جریان این 5 مهاجرت ایشان قرار بگیریم. به هر حال در تابستان سال گذشته ما شاهد تابستان داغ اروپا بودیم و تابستان پیش رو احیانا چهره دیگری خواهد داشت که من سعی میکنم شما را در جریان آن قرار دهم. و ما در برنامه امروز مینشینیم پای آخرین گفته های دکتر جهانشاهلو افشار، معاون پیشوری، که بیش از 60 سال از عمر خود را در غربت گذراند. شاهد بودید زمانی که از احساس ایشان نسبت به وطن پرسیدم، متاسفانه بسیار احساساتی شدند. آقای افشار، شما به عنوان یکی از رهبران فرقه دموکرات و معاون پیشوری چند سال قبل ایران رو ترک کردید و به خارج از کشور مهاجرت کردید. 60 سال قبل؟ عرض کنم شاید 57 سال باشه. 57 سال قبل. طی این 57 سال هیچ وقت به ایران باز نگشتید؟ نه خیر. چه احساسی نسبت به ایران دارید؟ اجازه بدید که حالم جا بیاد. سوال عجیبی کردید. به هر حال در ادامه گفتگو ایشان با خواندن شعری بسیار پر احساس نسبت به ایران، ایرانی که او را بیش از 60 سال نپذیرفت، دید و احساس خودش را نسبت به وطن بیان کرد. حالا این فرمود این که راجع به ایران چی رو فکر میکنی، اجازه بدین من یه شعری که راجع به ایران گفتم بخونم براتون. خیلی خوشحال میشم. که شاید تمام عرای زمن رو دیگه برسونه به شما. من اولا شاعر نیستم، فقط در مسائل میهنی شعر میگم. اگر این رو برای مردم ایران گفتیم از طرف خود شما رو به دوربین بفرمایید که تماشاگر خودش رو حس بکنه دارید برای ایشون میگید. هماره دل گروی کنجاشیان دارم، هزار ریشه در آن خاک باستان دارم. به رغم دشمن ایران همیشه خندانم، ز دوری وطن آکند غم نهان دارم. هماره پاک نهاد و درست کردارم، اگرچه بر کف و لب جام شکران دارم.
مرا به کعبه و دین عرب نیازی نیست، که کعبه وطن و دین راستان دارم. هزار سال گذشت و ز مسجدم ره نیست، که مهر پاک اهورای جاودان دارم. کلید باغ بهشت از امام شهر مخواه، که لیغوان و نشابور و اصفهان دارم. خوشا کناره کارون و زنده رود و خزر، به آب پاس بسی گوهر گران دارم. زر سپید و سیاه هم ز مرز بیرون است، به زیر خاک سیه گنج شایگان دارم. به سرزمین دلیران آذری نازم، رهایی از غم خودکامگی از آن دارم. ز پشت پیلتن و توس و گیو و گودرزم، نشان ز کوروش و دارا و اردوان دارم. ببینید آقای جانشالو افشار برای رجوع به حافظه خودش با انگشت در بشقاب، درست مانند یک جستجوگر کامپیوتری در هارد دیسک، یعنی حافظه کامپیوتریش، لغات گم شده را جستجو می کند. اجازه هست که خواهش بکنم، شما حافظتون که فوق العاده بود. ز شیر شرزه چو بهرام تاج بستانم، به رزمگه همه جا نادر زمان دارم. جلال ارتش ایران و پور خوارزمم، اینان به باختر و گه به خاوران دارم. به مرز و بوم تو ای پاک میهنم سوگند، که آرشم همه جا تیر در کمان دارم. به ره زره نمایی زروانیان و شد زردوش، به ملک دانش و بینش خدایگان دارم. زرازی و زعبو نصر و زابه سینا، به اوج فلسفه رخشند آزمان دارم. ز سهر وعد شهاب و خسنایی از غزنه خموش، پیر ابو خیر صد زبان دارم. به ره زره نمایی زروانیان و شد زردوش، به ملک دانش و بینش خدایگان دارم. زرازی و زعبو نصر و زابه سینا، به اوج فلسفه رخشند آزمان دارم. ز سهر وعد شهاب و خسنایی از غزنه خموش، پیر ابو خیر صد زبان دارم. به مکتب اشراق فیلانز بلخ مولوی پیر خوشبیان دارم. به نامه تابی بلفضل و نصر و مشکانم، به سبکراه دری کلک پرتوان دارم. ز مردمان سخن پرور سخن سنجم، خدایگان سخن توستی اقان دارم. هزار فخر برون چیر چشم روشن بین، چو فرخی و هنر فخر سیستان دارم. مرید شعر دلانگیز سعد سلمانم، به کنج عزلت یمگان قبادیان دارم. خدای ملک غزل حافظ سخندان است، ز یمن شیخ اجل تازه بوستان دارم. سزد به خاک خراسان و خاوران نازم، که زار شاعر نام‌آور جهان دارم. کنون ز نکبت اسلامیان و امت‌جو، زمین ز خون همه جا رنگ ارغوان دارم. ز بس که قامت رعنا به زیر خاک شده است، به جای سر قدان گور بیکران دارم. مرا به یاری بیگانگان نیازی نیست، به خاک مام وطن سر براستان دارم. حالا فکر کردین که من علاقه دارم به ایران برگردم؟ نه، مسئله علاقه من که میدونستم، من خواستم فقط شما یک بار تأکید بکنید این قضیه. بله میدونم عشق شما، و اتفاقا میخوام این رو خالصانه عرض کنم، خیلی از همقطاران شما من معتقدم که ایران دوست بودن، من معتقدم که کشور رو دوست داشتن. حالا اگر یک عده‌شون به بیراهه رفتن و بعد
در مسیر نجات ایران قدم بر نداشتن یک مسئله دیگه است. ولی من میدونم موقعی که در سالهای 20 تا اونجایی که تاریخ رو ما شناختیم و فعالیت ها رو زیر ذره بین گذاشتیم، عده زیادی از وطن پرستان به حزب توده پیوستن. ولی همونطوری که شما هم اشاره کردید، متاسفانه رهبران حزب با تکیه دادن به شوروی از این فضای سازنده‌ای که در ایران حاکم بود استفاده نکردند و امروز میتونست کشور گل بلبل باشه. یک حزب سوسیالیستی در کنار احزاب دیگه باشه. توجه کردید؟ حالا یه شعر دیگه هم دارم میهنی اگه اجازه بدید. خواهش بکنم. فقط من بعدش از شما یه سوال دارم. خواهش بکنم. اون شعر میهنی رو با سبکی گفتم تیکه تیکه است که علاهده خودشون قافیه داره، بعد هر کدوم آخرشون یک قافیه عمومی داره. بفرمایید. میهنم کان وفا و بی سر و سامان چونی، مهد آتش کده ها خاموش ویران چونی، روز شب غم زده در سلک عزیزان چونی، روز و شب غم زده در سوک عزیزان چونی، رسی در سوک عزیزان در کف شیخ دغل خار و پریشان چونی، برق شمشیر شهان شیهه اسوانت کو، سر به خاک ره تو قیصر و خاقان زودند، بنده بنده تو تازی و ترکان بودند، افسرانت کمر و تاج شهان بربودند، دادگر مردم تو زنگ ستن بزودند، در گزین بلخ پرستشگه یزدانت کو، باربد در قفس و بانگ نفیسا خاموش، بانگ آزاده مؤذن تازی در گوش، کس نیاورد شنیدن دگر آوای سروش، صاحب فرهنگ و همایون نیان جوش و خروش، اون همه بلبل گویای غزلهانت قبول، خیز سرباز وطن فرصت بسیار نماند، دولت از دست بشد دولت بیدار نماند، جز لبد تو ابا دشمن خونخوار نماند، تا چاره راه و دیگر جز ره خونخوار نماند، ارتش سخت کمان رستم دستانت کو، خیز بر تارک تازی منشان آتش بار، خیز و از شیخ دغل پیش برون آر دمار، پاک کن میهن از این گله بیگان توار، بیش از این پاک نیاخاک و دونان مگذار، میهنم بی تو مپندار که یک دن شادم، همه بی مهر تو از همه با مهر تو از مادر گیتی زادم، در ستیج ره تو سخت تر از فولادم، رفتی از دیده و هرگز نروی از یادم، شیر خورشی نشان پرچم افشانت کن. براو، شما طب شاعریتون خیلی زیاده. من نمیدونستم من کتاب شما رو خوندم، ولی به هر حال در این صورت که اظهار عقیده نکردم راجع بهش. خواهش میکنم آقای جانشالو افشار، من میخوام زحمت رو کم کنم، فقط میخوام از حضور شما و وجودتون واقعا حد اکثر استفاده کرده باشم و خیلی ممنونم از اینکه وقت دادید. اگر سوالی دارین خصوصی بفرمایید. نه خصوصی نیستش، من سوالی است که میخوام مطرح کنم و میخوام تماشاچیان ما هم اون رو گفتم اگر باشه. چیزی باشه که فراموش، یعنی که من میتوانم. بله خواهش میکنم. بله یک سوالی الان برای من پیش اومده. ببینید آقای جانشالو افشار، شما چه سالی گفتید ایران ترک کردید؟ 1325 ایران رو ترک کردید. آخر چهار. بله. از چند سالگی شما فعال بودید؟ فعال سیاسی بودید؟ فعال سیاست من، سیاسی من از 15-16 سالگی، از سال آخر سال 5 متوسطی، آخر اوایل 6. بله. 14-15 سالتون بوده؟ بله، آخر 6 من در دوره رضا شاه بودید. دکتر تقی ایرانی در واقع کمونیست شدم. بله.
اون چند سالی که ایرانی به ایران بازگشته بود و سعی میکرد با خیلی ها صحبت بکنه و عده زیادی رو تونست با کمونیست اون دوران آشنا کنه. بله. درسته؟ بله بله. که بعد دستگیر شد و به زندان افتاد. بله. بله. دکتر ایرانی دور موقعی که معلم فیزیک ما بود در کجا؟ در مدرسه شرف. مدرسه شرف. در مدرسه متوسطه شرف یک انجمنی درست کرده بودن. انجمن ادبی. این انجمن رو مسئولش بنده بودم. دکتر ایرانی معلم فیزیک ما بود. ما از معلمی خواهش میکردیم که در اونجا صحبت کنن. در باره فیزیک صحبت میکنن، در باره ریاضی، در باره دکتر ایرانی وقتی آمد صحبت کنه گفت من راجع به فیزیک با شما در کلاس زیاد صحبت کردم. اینجا راجع به فیزیک صحبت نمی کنم، راجع به وطن اون صحبت میکنم. چه صحبتی میکردشون؟ نمیخوام خلاصش رو بدونم. اول چیزی که صحبت کرد جبر و اختیار بود. توضیح داد که در تمام دنیا اوضاع احوال جبره. بله. و اختیارم بخشی از جبره. بعد آخر سر نتیجه گرفت که ما در یک دستگاه جبری زندگی میکنیم. خودمون باید سعی کنیم در این جبر موثر باشیم. این تعلیمی بود که ایرانی در اون دوران به همه میداد. و این اساس گفته ایرانی اگر شما تمام اعمالش رو شرط بکنیم بر اساس این جمله استوار بود. بعدن من از اون تاریخ چون در گذشته هم به توسط پدر با اصول فلسفه آشنا شده بودم، ولی نه فلسفه به این روشنی. این بود که من شیفته دکتر ایرانی شدم. عده زیادی شیفته او شده بودن، ولی بعدن کسانی یواش یواش شیفته شدن. من کسی بودم که موقعی که شیفته شدم که دکتر ایرانی شیفته زیاد نداشت. بله. آغاز فعالیتش بود. بله. فکر میکنم 1316 در دنیا نایمده بودم. بله. از اون تاریخ دکتر ایرانی به من لطف بده کرد و حتی در بعضی در خانه دکتر ایرانی جلساتی بود. روزای یک شنبه عصری تشکیل میشه غروب تا بافی از شب و خیلی میامدن. ایرج اسکندری اونجا آشنا شدم. با خیلی اونجا دیگه کیا میامدن اونجا؟ علوی بزرگ علوی. بزرگ علوی، ولی بزرگ علوی هیچ وقت استقص فلسفی پیدا نکرد. بله. ولی خوب بود. تبری ها و اینا هم بودن؟ تبری اونجا نمیدونم. تبری خیلی کوچیک‌تر از این بود که اونجا بیاد. چون در سعی میکرد که در جلسات مدارسی که دکتر ایرانی کنفرانس میداشت شرکت کنه. اون در اون کنفرانس ها کشی اون چی که باید تمامش رو حس نمیکرد. چون دکتر ایرانی در به اصطلاح استتار صحبت میکرد. بله. آقای جهانشال بفتر، شما چند نفر رو امروز میشناسید که اون دوران جزو شاگردان دکتر ایرانی بودن و الان زنده هستن؟ اگر بگم هیچ شاگرد شاگرد یا در ردیف شما، در ردیف شما اگر بگم هیچ قبول کنید از بین رفتن. من حالا سوالم اینه آیه جانشال و افشار، که شما که از نوجوانی من بخش شما رو گرفتم. نه خواهش میکنم، من دارم مستفیض میشم. من دارم مستفیض میشم. سوال من اینه آیه جانشال و افشار، که شما که از نوجوانی به حزب توده پیوستید و سوسیالیست شدید و بعدها کمونیست شدید و بعد سالها مجبور به ترک وطن شدید و فعالیت حزبی میکردید در خارج از کشور برای فرقه دموکرات و بعدها با حزب توده، بالاخره طی 30 و 40 سال فعالیت در خارج از کشور، چگونه شد موقعی که به آلمان آمدید، به آلمان غربی طی چند سال گذشته که من خدمت شما رسیدم، به تشخیص شما
رژیم پادشاهی یک رژیم درستی برای این زمان کشور ایرانه. بله، من داوریم از روی تاریخ بود، روی تعصب نبود که بگم که هر جا که شاه بوده انوشیروان هم آدم بدی بوده. این جمله که بعد کمونیستا دارن حرف غلطی است. من در همون موقع از پدرم مکرر شنیدم، پدر من خب مالک بود و پدرانش همه از سرکردگان بزرگان ایل افشار بودن، از درجه سرتیپی پایین تر نداشتن، ولی با وجود این پدر من آدم مطلعی بود، اطلاعات فلسفی داشت، فرانسه زبان فرانسه خیلی خوب میدونست، تحصیل کرده بود. همون موقع که اومد به تهران، از اون موقع که بچه بود تحصیل کرده بود. پدر من بارها به ما گفت که شما اگر با شاه مخالفت میکنین اصول کمونیسم رو رعایت بکنین، شخصیت اشخاص رو در نظر بگیرین. من جو برای من توضیح داد، موقعی که در وزارت مالیه کار میکرد گفت ما شبها که به خونه برمیگشتیم جیب اون تپونچه بود، یعنی از وزارت مالیه تا خونه شهر تهران جای امنی نبود. گفت که شما چنین وطنی داشتین، این وطنی که امروز دارین که رضا شاه اومده که میبینین که شما آزادانه خودتون بچه شب میتونی بریم بیرون و همه جا آزادین، این اون شهر نبود. به ما اینو تکرار گفت و با من جملاتی داشت که اینا یادمه، میگفت که پیش از این که رضا شاه بیاد ما که خودمون جز فئودالیته بودیم و همیشه چند تا نوکر تو خونم داشتیم، مسئول نبودیم. اگر میخواستیم به ده بریم در اینجا در جلوی، چون آخراش منم دیده بودم، در جلوی کالسکه‌ای که یا کرایه کرده بودیم یا مال خودمون بود تفنگدار نشسته بود، از ما حفاظت میکرد تا اون ده. بله. اما چنین شهر کارش به جایی، چنین مملکت کارش، این عبارت پدرمه، گفت کارش به جایی رسید که یک زنی پیرزن پیاده پا برهنه طبقی از جواهر سرش میذاشت از اینجا تا خوزستان میرد که چی بهش نمیتونه تا بگه. نه، این موقعیتیست که در دوره رضا شاه به وجود آمد. این این عبارت پدرم بود که هنوز یادمه. گفت این همیشه به یاد داشته باش، ما اینها که میبینی از دولت پاسر رضا شاه. این مرد به گفتی کاری خدمتی به ایران کرده که در تاریخ ایران نظیر نداره. بله، امنیت رو بدون شک برای اولین بار در خاورمیانه در اون کشور به وجود آورد. با انتقادی که شما از محمد رضا شاه کردید، شاه فقید ما، با انتقادی که کردید و اون رو مسئول اشتباهاتی میدونید که باعث سرنگونی کشور شد، فکر میکنید آیا برای آینده ایران در قرن 21 امروز با این حکومت‌هایی که ما در سطح جهان می‌بینیم، با دموکراسی که در سطح جهان می‌بینیم، با متلاشی شدن اتحاد جماهیر شوروی و موقعیتی که کشورهای اروپایی به دست آوردند، یا با شناختی که از آمریکا و کشورهای دیگه شما دارید به عنوان شخصیت سیاسی، شما گرایشتون به حکومت سلطنتی نسبت به گذشته بیشتر شده. فکر می‌کنید که برای آینده ایران یک حکومت سلطنتی لازم است؟ من معتقدم که برای اینکه ایران هدف ما، واقعیت ما اونقدری که شناختیم کمونیسمه. چون من کمونیسم رو خیلی ساده تعریف کردم، در کتابم گفتم موقعی که دو نفر مردم برای اشخاص تعریف، چون برای اشخاص گاهی بعضی تعریف ها از کمونیسم میکنن که اصلا تردرگم میشن، گفتم وقتی که دو نفر به هم نزدیک شدن که با هم کار کنن که بهتر بتونن زندگی کنن، اجتماع رو کار بنا شد.
سومی هم که آمد کاری رو در نظر بهش دادن، چهارمی هم جور الی آخر، بنابراین اجتماع بر باز کار استواره. این اساس کمونیسته. هر کی غیر از این حرفی بزنه حاشیه است. ملاحظه می‌فرمایید؟ این واقعیت کمونیسته. بنابراین اگر در کشوری احتیاج باشه که ما به سلطنتی مبتر رو بیاریم که کشورمون از موقعیتی خلاص کنه که بیاره به یه راهی که بعداً برسه به کمونیسم، بازم باید به اون سلطنت تن بدیم. چرا نه؟ از منظور شما اینه بیشتر. بله، همینقدر که عرض کردم. هم اکنون روشن شد چه؟ بله روشن شد، ولی من منظورم اینه که هم اکنون فکر نمی کنید که طی صدها انواع فعالیت‌های سیاسی که ملت ایران داشته طی 100 سال گذشته، طی این اقدام‌هایی که کرده، طبق این آزادی‌خواهی‌هایی که داشته، فکر نمی‌کنید که یک کشور جمهوری دموکراتیک برای آینده ایران بیشتر در پیش روی ما باشه تا یک حکومت سلطنتی؟ بنابر چیز نمیاد که حکومت سلطنتی بتونه در ایران بسیار جا بیفته، چون ما اینقدرها هم که مختار در کار خودمون نیستیم، بالاخره عوامل بیرونی در ما مؤثره. ملاحظه میفرمایید؟ روش هایی که اتخاذ کردن اشخاص نشون دادن که ما هنوز در ایران شخصیتی نداریم که بتونه سلطنت کنه ولی به نفع جریان بین المللی باشه. مثل اینکه همچین هنوز نرسیدیم به اینجا، نداریم چنین آدمی. بله. پس باید منتظر شد یا منتظر بودیم و اگر چنین شرایطی پیدا کنیم، به نظر من قدم اول بهتر اینه که همین رو اختیار بکنیم، نه به اصطلاح دموکراسی تمام معنا و از اون هزار و برق ها. بله، چون مسئله خیلی دشوارتر از اینه از لحاظ سیاسی و از لحاظ همبستگی با بیگانگان اطراف، بازم مسئله خیلی پیچیده تر از اونه که ظاهرا تصور میشه. مثلا خب البته اینجا با حرف ما شاید زیاد موافق نباشه، یکی از انحرافاتی که در دستگاه حکومت اسلامی به وجود آمده، بیشترش مسئولش که آمریکا امریکایی هستن خودشون، چون اینها همون جوری که میگن واقعا این یک مثل این که شیطان بزرگیه. تمام کارهایی که در کشور خودشون کردن تمام اشتباهی. عجیبه ها. پس چرا شما تیتر شیطان میدیم بهشون؟ شیطان برای این میگیم که برای ضرری که متوجه ماست، نه اصل کلی. باور بفرمایید اینا تمام کاری که من تعجب میکنم از یک کشوری که خلاصه این همه مردم دانشمند درش هست و اینقدر عوضی فکر میکنه. مثلا همین اشغال عراق، نمیدونم اون وقت درست به وجود آوردن تروریست ها که اینا به وجود آوردن خودشون، حالا باش مخالفن، هر دستگاه نادانی رو قدری رو به وجود میارن برای یک روز، روز دوم مخالفشونن، براشون یک مصیبت تازهی پیش میاد. بسیار مردم نادان هستن. چه شناخت درستی شما دارید از سیاست روز. من سپاسگزاری میکنم از شما و عمر کاملا طولانی برای شما آرزو میکنم آقای جان. خیلی خیلی از دیدارتون خوشحال شدم و خوشحال شدم که امروز لطف کردین اومدین پیش من و من در این غربت و دوری از وطن، البته اینجا با بعضی دوستان دیداری دارم ولی دوستان نظیر شما نداریم اینجا متاسفانه. لطف داریم.
متاسفانه نداریم. خلاصه اینجوری است. چی باید کرد؟ ولی خب به هر حال اینجور پیش آمد و ملک ما رو هم ضبط کردن الان چی نداریم الان؟ اهمیتی نداره. ما اینجا الان با کمک دولت آلمان میچرخیم. یعنی من موقعی که من اینجا آمدم خیلی مردانگی کردن. فقط دیپلم منه که دیدن بدون هیچ چیزی من کار دادن. شغل دارم اونجا. و اون چند سالی که من اینجا کار کردم الان ما به اصطلاح حقوق بازنشستگی میگیریم. اونو میگیریم. باز کشور آلمان به هر حال بله واقعا به ما به ما خونه دادن. همه خونه که ملازم میفرمایید. بله بله به ما دادن. دولت آلمان اصولا همیشه پشتیبان ایرانی ها بوده. بوده از زمان رضا شاه به بعد همیشه اینطور بوده. شخصیتی هستن و توشون اشخاص خیلی خیلی نزیف دقیق بین و فهمیده هست. باز من سپاسگزاری میکنم. خواهش میکنم. من خیلی خیلی لطف کردیم. ببخشی از اینکه گاهی من حواسم پرت میشه یا احساسا گرم میونه شعرم یا حرفم بریدگی میشه. خیلی من ببخشیم. کاملا شما کتاب من دارید؟ بله کتاب شما رو دارم یکده. حالا باید دید که اگر من و شما 60 سال از عمرمان را در غربت بگذرانیم چه احساسی ارائه می دهیم. چندی قبل خواننده‌ای که لس آنجلسی نبود ولی در اینجا اقامت می کرد اما به این جامعه تعلق نداشت پس از دیدن برنامه ما با من تماس گرفت و درد دل کرد. داستان زندگی او هم بسیار غم‌انگیز بود. به همین دلیل هم چند سال پیش به ایران بازگشت و غم‌انگیزتر این که در آنجا هم او را نپذیرفتند. داستان از اینجا مانده و از آنجا رانده بر سرنوشت او حاکم شده بود. نه در هالیوود جایی داشت و نه در کشور مصادره شده. در فرصتی کوتاه من که تقریبا از همه خواننده ها بریدم از او خواستم تا در استودیو ترانه خودش را مصور کنم. درد دل وطن داشت و از اینکه در طول زندگی هنریش به ابتذال کشیده نشده بود برایش ارزش قائل بودم. ولی روزگار با او یاری نکرد و متاسفانه چند هفته قبل در منزل مسکونیش در مازندران زندگی را بدرود گفت. این ویدیو را که در زمان بسیار کوتاه و بسیار ساده تهیه شده است را به همسر و خانواده وفادارش هدیه می کنم. وحشته
این دیار بشکن، نفسم گرفت از این شب، در این حصار بشکن، در این حصار جادویی روزگار بشکن. و ما از هفته آینده مانند هر سال در فصل تابستان به پیشواز دیدگاه‌های تازه در ارتباط با این کوچه اجباری می‌رویم و با شما برای مدتی اگر مایل باشید برنامه‌های چند ماه گذشته را مرور خواهیم کرد، مخصوصاً برنامه‌های تابستان داغ سال 2015 را. ولی در این بین ارتباط ما با شما قطع نخواهد شد و امیدوارم که در آینده نزدیک شما را در جریان دیدگاه‌هایی که در 38مین سال انقلاب ما را با روند این کوچه اجباری بیشتر آشنا می‌کند قرار دهند. به هر حال اگر علاقه دارید هر هفته در همین ساعت در تلویزیون ایران فردا وقایع تابستان 2015 را از هفته آینده ملاحظه فرمایید. تابستان خوبی را برای شما آرزو می‌کنم. بدرود. ما اون موقع که انقلابی بودیم سیاست ورزی رو نمیدونستیم. ای کاش الان بچه های چپین یاد بگیرن. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره میکنیم شب را و روز را هنوز را.